خب قبل از اینکه بخوایم یه مقدار دقیق تر وارد جزئیات این آدیو ویدیو ستینگ بشیم، بعد یه سری نگاهی بندازیم به نحوه کار کرد توی فاینال کات. شما همونطور که اینجا ببینید ما یه دیوایس کنترل داریم، یه کپچر، یه سیکونس پریست و ویدیو پلی بک. اینجا من یه پریزنتیشن آماده کردم که نحوه کار توی فاینال کاته. ما این همه نرم افزارهای دیگه اول میایم و اون ورودیمون، حالا هر دیوایسی که هست، هر قطعه که هست، دک دوربین، هر چیزی، اون چیزو تنظیم میکنیم برای کار کردن با فاینال کات. پس قسمت اول ما میشه دیوایس کنترل، بعد ما اون رو کپچر میکنیم تصاویر رو و اون فریم ها رو وارد هاردمون میکنیم، بعد اونها رو توی فاینال کات ادیت میکنیم، در واقع سیکونسشون میکنیم و در نهایت هم که اکسپورت میکنیم خروجی میکنیم. پس دیوایس کنترل یا همون کنترل کردن اون دیوایس خروجی شما، بعد کپچر، سیکونس و تنظیمات اون و خروجی. شما حالا اینجا رو اگه نگاه بکنید شاید یه مقدار این ترتیب بالا پایین باشه، ولی همون چهارچوب است. یعنی دیوایس کنترل، سیکونس پریست، ببخشید کپچر پریست، سیکونس پریست و خروجیمون هم که خب توی اکسپورت باید بریم. اما اگه یه خورده بخوایم وارد جزئیات این تنظیمات بشیم، حالا توی درس قبلی که AV Devices رو دیدیم، اینجا اگر ما بخوایم دیوایس کنترل رو به عنوان یکی از اولین مواردی که میخوایم بررسیش بکنیم نگاه بکنیم، شما این یک سری پریست ما اینجا داریم که مثلا HDB FireWire، PAL FireWire، NTSC FireWire و حالا چند تا مورد دیگه است. تقریبا چیزهای کارهای تمام کارهای استاندارد و چیزهایی که اینجا وجود داره جوابش رو میده. اما فرض کنیم که شما یه کاری میخوایم بکنیم که یه مقدار از چارچوب استاندارد خارجه، میان شما توی دیوایس کنترل پریست روی اون دیوایس کنترل مورد نظرتون دابل کلیک میکنید، اگر قفل داشته باشه بهتون اخطار میده که نمیتونید تغییرش بدیم و بعد ازش یه کپی بگیریم و اونو تغییر بدیم. و مثلا من اینجا میام میذارم اسمش فایروای پال امیر و حالا اینجا تنظیماتم چیه. ممکنه فایروایر پال من مثلا دی وی تایم نداشته باشه، بخوام از LTC استفاده کنم یا همون تایم کدی که از طریق دک میاد، یا ممکنه فریم ریت من 24 25 نباشه، فریم ریت دیگه ای داشته باشم که البته قاعدتا برای پال خب 25، یا ممکنه اصلا من پال نخوام کار کنم، مثلا من میدونم با یه دوربینی 60 فریم فیلم برداری کردم، پس مثلا اینو میذارم 16 FPS و میام اینجا فریم ریت هم میذارم روی 60. موارد دیگه که شما اینجا دارین هندل سایزه که توی قسمت کپچر تو بخش اول راجبش صحبت کردیم، پری رول و پست روله که باز همون جوری بهش صحبت شد. تنها نکته که اینجا هست اوتو ریکورد اند پی تی وی افتره. شاید شما روی دکتون دکمه ریکورد رو نخواهید بزنید، حالا یا جلوی دستتون نباشه یا هر چیزی، یا بخواید اصلا خود کامپیوتر این کار رو انجام بده. شما زمانی که پرینت تو ویدیو میکنید، یعنی همین پی تی وی که اینجا داریم مخفف پرینت تو ویدیوه، اگر بیایم و به تنظیماتش اینجا نگاه بکنیم، اینجا هم یه اوتوماتیک استارت ریکوردینگ داریم. یعنی به محض اینکه رندر کردی، به محض این کارا رو انجام دادی، خودت حتی روی دک ریکورد رو هم بزن. این تنظیمی که شما اینجا دارید توی آدیو ویدیو ستینگ و توی کپچر پریست توی دیوایس کنترلز در واقع همون تنظیمه. بعد از چند ثانیه این اتفاق بیفته، اگر میخواید بعد از هر چند ثانیه این اتفاق بیفته، میتونید این تنظیم رو از اینجا انجام بدید. نکته خیلی مهمی که باید شما در نظر داشته باشید اینه که ما خب به هر حال توی کار از یه دیوایس شروع میکنیم، کار میکنیم و در نهایت برمیگردیم توی همون دیوایس. یعنی من کپچر میکنم، کار میکنم، خروجی میگیرم و حالا مثلا خروجیمو دوباره باید بیام توی همین دوربین یا همین دک ضبط بکنم. پس ما هم برای ورودی هم برای خروجی به تنظیمات دیوایس کنترل نیاز داریم. شما این نکته رو در نظر داشته باشید که دیوایس کنترل فقط برای ورود شما نیست و این تنظیمات برای خروجی شما هم هستن. به همین دلیله که اوتو ریکورد آن پی تی وی افتر اینجا برای شما گذاشته شده. اما کپچر پریست خب قاعدتا فقط در مورد کپچره. شما همونطور که دیدین توی دیوایس کنترل ما یک
فانکشن در واقع یک کاربرد خاص میتونستیم ایجاد بکنیم. همین کار توی کپچر پریست هم میتونیم انجام بدیم و میتونیم بگیم خب حالا من با یه پریست خاص میخوام کپچر بکنم یا با یه ترتیب خاصی میخوام این کار رو انجام بدم که اینجا میتونید تعیینش بکنید. شما میتونید اینجا بگید که من نمیخوام کمپرسورم دیوی پال باشه، ممکنه من بخوام با کمپرسور دیگه کمپرس رو در واقع کپچر بکنم و تصاویرم کمپرس بشن، یا حالا در مورد صداتون هم همینطور، یا در مورد ابعاد تصویرتون هم همینطور. این دیگه به هر حال اون تنظیماتی که شما میخواید انجام بدید، ولی ترجیحاً سعی کنید که این تنظیمات با سورستون تطابق داشته باشه. یعنی به طور مثال اگه ورودی شما 720x576 پاله، همین تنظیمات رو اینجا انجام بدید. فقط توی موارد خیلی خاصه که شما نیاز دارید این تنظیمات رو تغییر بدید. و سیکونس پریست هم قاعدتا تنظیمات خود سکانس ماست. توی 80-90% موارد، شاید بیش از 80-90%، اون چیزی که شما کپچر کردید خود سکانستون رو دیکته میکنه. یعنی در واقع چیزی که فیلمی که شما کپچر کردید بهتون میگه که شما چجوری باید این سکانس رو تنظیم بکنید. و توی موارد خیلی کمی پیش میاد که شما بخواید اون چیزی که کپچر کردید رو با اون چیزی که توی سکانستون دارید کار میکنید یه تفاوتی بینشون داشته باشه و بخواید یه تغییر اینجا ایجاد بکنید. حتی در مواردی که شما HD هم دارید کار میکنید، بهتره تمام کار رو HD ادیت بکنید و در نهایت یه خروجی پال ازش بگیرید، نه اینکه کلا شما HD ادیت بکنید و بعد پال مزد میخوام HD کپچر بکنید و بعد پال ادیت بکنید. بهترین راه اینه که با همون فرمت نیتیو، با همون فرمت اصلی کار بکنید و خروجی رو حالا بزرگ و کوچک بکنید. خب برمیگردیم توی آدیو ویدیو ستینگ. پس ما همونطور که اینجا دیدیم دیوایس کنترلمون مربوط به دستگاهمون میشه، که شاید من بعدا باشه یه دونه از این توی انتهای این مسیر هم بذارم تا یه مقدار از این شکل در بیاد و گمراهی ایجاد نکنه، هرچند که فکر میکنم زیاد عجیب غریب باشه. همونطور که شما میبینید، پس ما اینجا دیوایس کنترل داریم برای ورودی و در نهایت خروجیمون، کپچر پریست داریم، سیکونس پریست داریم و پلی بک، یعنی که کجا دیده بشه هر چیزی. خب پس همون ترتیبی که من خدمتون گفتم، تنظیمات تیپ شما و اون مشخصاتی که تیپ و دوربین شما داره کپچرتون رو طبیعتا تعیین میکنه و تنظیمات کپچرتون سکانستون رو تعیین میکنه. معمولا به این صورت هست و خیلی کم پیش میاد ما جور دیگه ای کار بکنیم. فقط توی اکسپورته که ما ممکنه نیاز داشته باشیم که مثلا HD رو تبدیل به DVD بکنیم، HD رو تبدیل به DV بکنیم یا حالا کارهای دیگه. خب این هم از تنظیمات آدیو ویدیو ستینگ.